کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با برگزاری جلسه جنبستی از روی فعالیت سه ماهی سال روان در حضور معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه برد و باخت ساحه را تحلیل نموده وظیفه های منبعه را معین نمودند. در ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان جلسه اپراتیوی خدمتی اوید به نتیجه گیری فعالیت مقامات کارهای داخلی ولایت در دوره سه ماهه اول سال 2022 برگزار گردید. در مشورت اپراتیوی خدمتی معاون اولی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت میلیسه علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه سردار ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال لیتنانت میلیسه نظرزاده شریف رحمان رهبریت جزء تامهای ریاست و شعبه های وزارت کارهای داخلی در شهر و نایه های ولایت اشتراک نمودند. در جلسه مذکور فعالیت مقامات کارهای داخلی ولایت وابسته به اجرای دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دایر به سمت ها و عهدهداری های خدمتی بررسی و نتیجه گیری کرده شد. سپس در ادامه جلسه از جانب سردار مقامات کارهای داخلی ولایت جنرال لیتنانت ملیسه شریف نظرزاده یک قطار دستور و سپارش ها جهت تقویت بخشیدن همکاری های ملیسه با اهالی و بالا بردن اعتماد و باوری مردم به میلیسیا چون سپر و تکیگاه راه اندازی کرده شده کارمندان میلیسیای بدخشان زمین عهده‌دار گردیدند که منبعد در مناسبت و معاشرت با اهالی از روی پرینسپ های خوش اخلاقی خوش معاملگی و گومانیستی فعالیت نمایند. همزمان تمام هیئت شخصی میلیسیای شعبه های وزارت کارهای داخلی در شهر نوایی ولایت وظیفه دار کرده شدند که در منطقه های خدمتی با جلب نمایندگان مقامات های در تربیه حقوق شهروندان منفعت دار رئیسان محله ها و شهرک و دهات بخش های کار با زنان و جوانان همچنین نفران آبرومند محل گروه های کاری تاسیس داده جهت بردن کارهای پروفیلاکتیکی فهموندهی در بین اهالی سفر بر کرده شوند. باید تذکر داد که فعالیت گروه های کاری به سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی تربیت جوانان و نورسان در روحیه اعتماد به قانون و ارزش های ملی و فرهنگی احترام کلانسالان در جامعه پیشگیری نمودن کردارهای ضد حقوقی بررسی عرض و شکایت های شهروندان و حل معما و پروبلما های جای داشته از جمله وابسته به مساله های شهرداری و کارهای سازندگی و بنیادکاری نگرانیده شده است. در ادامه مشورت اپراتیوی خدمتی سردار مقامات میلیسیای ولایت بار دیگر از هیئت شخصی دعوت به عمل آورد که برای تامین پوره ولایت قانون در ولایت و ترتیبات جمعیتی پیشگیری از عمل و کردارهای ضد جمعیتی تحکیم همکاری میلیسیا با اهالی بررسی فوری مراجعات های شهروندان یک قطار چورابینی های مقصدناک و پیشگیری کننده برگزار نمایند. در قسمت دیگر جلسه مذکور با نتیجه گیری از فعالیت سه ماهه اول سال 2022 یک قطار قرارها و نقشه چورابینی های مشخص برای عملی گردانی در سه ماهه دوم سال جاری قبول گردیدند. در فرجام جلسه با یک قطار کارمندان که در دوره حساباتی به نتیجه های بلند اپراتیوی خدمتی نائل گردیدند با مدال و نشان های سرسینگی وزارت کارهای داخلی قدردانی کرده شدند.